درد دل روان، برنامه‌ای با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تی وی. من دکتر جواد نفیسی هستم، خدمت شما بینندگان گرامی سلام عرض میکنم. در برنامه درد دل روان امشب که روزهای پنجشنبه ساعت 7 شب به وقت لس آنجلس پخش میشه و 12 ساعت دیگه هم باز پخش داره، من به توجه شما بینندگان گرامی میآورم که یکی از اشکالات بزرگ جامعه بشری خصوصا در آمریکا در حال حاضر احساس تنهایی و انزوایی که بسیار شایعه و رو به شیوع بیشتره و یه حالت اپیدمی پیدا کرده. اجازه بدین اول ببینیم که منظور از این لغت تنهایی و انزوا، لونلینس و آیزولیشن چیه. شک نیست که یه احساس ناخوشایندیه و علت این که ناخوشاینده اینه که بشر ذاتاً یک تمایلی داره برای اینکه با مردم ارتباط برقرار کنه. در نتیجه بشر محتاج به ایجاد ارتباط عاطفی با هم نوعانش و در کودکان و نوزادان برای اینکه زنده بمانن اینو لازم دارن، مثل اکسیژن براش. و در بزرگسالان هم اگر محروم بشن از نزدیکی عاطفی، تنها بمونن، زندگی براشون بسیار دردناکه. و این تنهایی و انزوای عاطفی که من دارم در موردش صحبت میکنم هیچ ربطی به این نداره که دورور ما چند نفر هستن، تو خونه با چند نفر زندگی میکنیم، سر کار با چند نفر سر ارتباط داریم، توی مدرسه با کیا هستیم، تو مهمانی ها چقدر با مردم خوشوبش میکنیم. هیچ کدوم اونها به اون حس تنهایی که من دارم صحبتشو میکنم ربطی نداره. یعنی ما میتونیم محاطبشیم با افراد دورمون ولی باز بسیار تنها بمونیم. و اینو ما در مورد بسیاری از این افراد سرشناس و مشهور دیده ایم که میلیون ها نفر پیرو دارن در توییتر و اینستاگرام و فیسبوک و اینا، ولی تنهاییشون به حدی میرسه که دست به خودکشی میزنن. گروه نوجوانان و گروه سالمندان، ببینین دو تا طیف سنی، بیش از بقیه افراد تنها و انزوا رو حس میکنن، نوجوانان و سالمندان. و اگر اینکه زود تو زندگی ما به این تنهایی و انزوای عاطفی عادت بکنیم، این میشه جزء شخصیت ما و در نتیجه مادام العمر ما تک و تنها تو جزیره خودمون، تو کهکشان خودمون زندگی میکنیم بدون اینکه از نظر عاطفی بتونیم به هیچ کسی نزدیک بشیم. و این زندگی تنهای ما نه تنها از نظر احساسی ممکن سبب افسردگی میشه، همچنین از نظر جسمی به ما خیلی صدمه میزنه. ما میبینیم که بیماری هایی که به علت تنهایی
خیلی شایع‌تر میشن و سریع‌تر پیشرفت میکنن تمام بیماری‌های قلبی و عروقی هستن. سکته‌های مغزی، سکته‌های قلبی، بیماری مرض قند، دیابت نوع 2، این دردهای مفصلی، آرترایتیس ها، بیماری های التهابی مزمن، آلزهایمر و غیره، لیست بزرگی داره که به علت تنهایی و نداشتن یه سولمیتی هم دمی که بتونی از نظر عاطفی بهش نزدیک بشی به وجود میاد. و علل عاطفی و روانی هم هستن که میتونن سبب این تنهایی بشن. یکی از آنها اضطراب شدیده و یکی دیگه افسردگی شدیده. ولی در ضمن خود تنهایی هم تشدید میکنه این علائم رو و میشه یه سیکل معیوب، یه چرخ معیوب که باعث میشه که افسردگی افراد تنها بکنه، اضطراب افراد تنها بکنه، اضطراب شدید، و بدن اون تنهایی خودش علائم افسردگی و اضطراب رو شدیدتر بکنه تا حدی که بالاخره سبب مرگ زودرس بشه و یا کار به خودکشی برسه. در گروه سالمندان متاسفانه به علت کهولت و پیری اشکالاتی به وجود میاد که به این تنهایی بسیار کمک میکنه. ما میتونیم پیری و سن بالا رو در سالمندان که تمام اعضایی که بعد از دیگری شروع میکنن از کار افتادن یا کارشون مختل میشه، تمام اونو به عنوان یه بیماری بهش نگاه کنیم. یعنی پیری و سالمندانی رو خود شما به صورت یه بیماری بهش نگاه کنیم که به علت اختلالاتی که با پیری به وجود میاد ما تنهاتر میشیم. مثلا دیدمون رو از دست میدیم، شنواییمون رو از دست میدیم. اگر اینکه گوشه یک نرسینگ هوم یا خانه سالمندان افتاده باشیم، اونجا دیگه تماس با اعضای خانواده کم میشه، تماس با کسانی که از نظر عاطفی باشون نزدیک بودیم کم میشه. در سنین خیلی بالا یه عده‌ای از عزیزان رو از دست میدیم و با از دست دادن اون عزیزان بازم تنهایی در بزرگسالان بیشتر ایجاد میشه. اشکالات در تحرک و راه رفتن اینها باعث میشه که حتی اگه بخواهیم از تنهایی در بیایم و با دیگران تماس بگیریم، اجازه نده که ما بتونیم اون تماس رو که دلمون میخواد با دیگران ایجاد بکنیم. معمولا در این سن و سال اگر همسری بوده و اون فوت کرده، اون خودش خیلی به این تنهایی کمک میکنه و در نتیجه سال روز ازدواج میاد، روز تولد میاد، سال نو میاد، عید میاد، ولی متاسفانه عزیزی نیست اونجا و کسی نیست که بشه اون رابطه عاطفی رو نگه بداره. این یه پدیده ایه که متاسفانه در هموطنان عزیزی که در میان سالی مهاجرت کردن حالا به طور شایع میبینیم. چون اگر در میان سالی در حدود در زمان انقلاب از کشور خارج شده باشن، الان در سن و سالی هستن که ما میتونیم به اونها سالمند خطاب کنیم و اون چیزی که باعث میشه که
اشکال در این گروه هموطنان عزیز ما بیشتر بشه اینه که اگر در کشورهایی هستن که کلتور و فرهنگ اونها براشون ناآشناست، اشکال زبان دارن، اعضای خانواده و دوستانی وجود ندارن، آشنایان خیلی کمه یا راه دوره، در نشق قابل فهمه که چرا در این گروه بخصوص از هموطنان ما که در خارج از کشور زندگی میکنن ممکنه ما این تنهایی رو بیشتر ببینیم. و همونجوری خدمتتون عرض کردم، اگر اختلافاتی مربوط به فرهنگ و دین هم باشه اونم به این اشکال اضافه میکنه. اون چیزی که میخوام برای شما بینندگان گرامی تأکید بکنم این که این احساس تنهایی با تنها بودن فرق داره. هر فردی میتونه تنها باشه ولی احساس تنهایی نکنه، چون اینکه اگه در زندگی ما افرادی باشن که ما با اونها نتونستیم یک رابطه عاطفی نزدیکی ایجاد بکنیم، حتی اگر اونها با ما نباشن ما تنها نیستیم، ما مشتاقیم که اونها رو ببینیم، مشتاقیم که با اونها ارتباط پیدا بکنیم و حتی موقعی که اونها با ما نیستند از نظر عاطفی و احساسی اونها با ما هستند و ما رو از تنهایی در میارن. و به همین جهته که ما عکس عزیزانمون رو میذاریم بر روی میز یا آویزون میکنیم در اتاقمون که اون رابطه‌ای رو که ما مزهش رو چشیدیم و لذت میبریم هنوز با نگاه کردن به تصویر عزیزانمون حسش میکنیم. در چه خیلی مهمه که ما تنهایی که احساس تنهایی رو با تنها بودن فرق بگذاریم. احساس تنهایی اصلا ربطی نداره به این که چند نفر ما رو میشناسن، چقدر با مردم رفت و آمد داریم. ببینید افراد مشهور و سرشناسی هستن که محبوبیت جهانی داشتن، نمونه هاش هم زیاده، من چند تا رو اسم میبرم. مارلین مونرو از تنهایی خودشو کشت، در صورت که انقدر محبوبیت داشت، انقدر زیبا بود، انقدر مشهور بود و هر چی لازم بود این زن داشت و انواع اون خصوصا در این اخیراً اگه بخوایم نگاه کنیم افراد زیاد مشهور رو ما میشناسیم، مثل آنتونی بوردن، رابینز ویلیام، جورج ریوز که نقش سوپرمن رو بازی میکرد، ویتنی هوستون و دخترش هر دو، و بالاخره من در دو برنامه هفته قبل و هفته قبلش راجع به مایکل جکسون صحبت کردم که با اینکه این همه طرف میلیون ها پیرو و طرفدار داشت و همه این افرادی که ذکر کردم خیلی خیلی محبوب و مشهور بودن و با هنر و با استعداد، با خلاقیت های چشمگیر، ولی تنها. مایکل جکسون آنچنان تنها و بیکس و افسرده بود با اینکه انقدر پیرو داشت که شب برای اینکه این مرد بتونه چشاش رو هم بذاره و بخوابه میباید داروی بیهوشی بهش تزریق کنن و بیهوشش کنن و بالاخره هم با اووردوز و زیاد به کار بردن داروها جان داد. و حتی موقعی هم که زنده بود با اینکه انقدر موفق و محبوب بود ولی چقدر کودکانو ازشون سوء استفاده کرد و با آنها تجاوز کرد.
این افرادی که من اسم بردم یه نمونه اندکیه از انبوهی از افراد بیشماری که در سراسر جهان در انزوای عاطفی به کار میبرن و با تمام موفقیت‌هایشون و استعدادهای خارق‌العاده‌ای که دارن و با اینکه در کمال رفاه مادی و حتی سلامت جسمی زندگی میکنن، ولی تک و تنها از نظر عاطفی. اینها مثل اینه که توی قلعه خودشون زندگی میکنن یا توی یه جزیره‌ای که فقط تک و تنها هستن زندگی میکنن. تو کهکشان زندگی اینها هیچ کسی نیست که از نظر عاطفی با اونها در تماس باشه و ربطی داشته باشه. در نتیجه این تنهایی یه طوفانیه که میتونه جامعه بشری رو خیلی زجر و شکنجه بده و تنها نگه داره. ببینید این روزها ما مکررن راجع به تغییر حرارت جو میشنویم و نگرانی وجود داره که اگر ما یک کاری نکنیم تمام کره زمین و مخلوقات از بین برن به علت تغییر جو هوا. ولی به نظر من اون چیزی که به مراتب خطرناکتر از این تغییر جو هواست، تغییر جو عاطفی و روانی بشر در روی کره زمین. اون سونامی اصلی که میاد و جان بشر رو به خطر میندازه این تنهایی و بیکسی عاطفیه و اون جوه که ما باید درستش کنیم، اون جوه که ما باید مطمئن بشیم که طوری تنظیم بشه که هر کسی که روی کره زمین زندگی میکنه یک سولمیت و همدمی داشته باشه که بتونه از نظر عاطفی بهش نزدیک بشه که احساس تنهایی نکنه. وگرنه اینجوری که داره تنهایی پیش میره خصوصا در آمریکا، تمام بیماری های عاطفی و بسیاری از بیماری های جسمی و بدنی به علت این تنهایی و بیکسی عاطفی شایع تر میشه و تشدید پیدا میکنه. و اگه ما به زندگی فرض کنید در آمریکا به یک فرد مسئولی نگاه بکنیم، زندگی یک فرد مسئول اینه که صبح پا میشه، آماده میشه، اگر اینکه باید سر کار بره باید مثلا فرض کنید پشت ماشینش بشینه و رانندگی کنه به سر کار، یا اینکه از وسایل ارتباطی عمومی برای ترانسپورتیشن استفاده بکنه و افکارشون هم مثلا در حال حاضر معمولا مشغوله که الان زمان مالیاته، باید مالیات داد، قسط منزل رو داد، قسط ماشین رو داد، آتیه فرزندان چی میشه، خرج مدرسه و کالج بچه ها چی میشه، خرج های گزاف بیمه های پزشکی و غیره چی میشه، همه با همه دست به دست هم میده و باعث میشه که استراب و نگرانی بالا بره. بعد میریم سر کار که هر کسی هر کاری داره با خودش یک مقدار اگریویشن ها و استراب های مخصوص به کارم به وجود میاد و بالاخره وقتی هم که کار تموم میشه، حالا موقعی که اون فرد میخواد بیاد خونه، اگر توی خونه کسی منتظرش نباشه یا کسی بهش نپیونده و یا تو زندگیش کسانی نباشن که از نظر عاطفی اون احساس نزدیکی به اونها میکنه، در نتیجه وقتی که خونه میرسه خسته و کوفته
حالا باید یا بشینه پای تلویزیون و سرشو با تلویزیون گرم کنه، یا اینکه بر روی اینترنت و فیسبوک و این میدیاها و اینجوری سر خودشو گرم بکنه. تازه حالا جامعه به عنوان راه حل چی میگه به این افرادی که مسئولن، وظایفشون رو انجام میدن، تکس‌هاشون و مالیات‌هاشون هم میدن، چی بهشون میگه؟ میگه ورزش کنید. خب خوبه، براشون میرن ورزش میکنن، ولی ورزش کردن که برای این تنهاییشون دردی دوا نمیکنه. بهشون میگه سیگار نکشید، خیلی خوب، مشروب نخورید، خیلی خوب، داروهای اعتیاد دهنده استفاده نکنید، به حرف دکترتون گوش کنید، دواهاتون رو بخورید، کارهای مضر برای خودتون نکنید. همه اینها که پشت سر هم داره به ما گفته میشه، تلویزیون، رادیو، اینترنت، دوستان، همه ادوایزایی دارن برای ما و پیشنهاداتی دارن که ما چجوری باید زندگی کنیم و چه کار باید بکنیم و چه کار نباید بکنیم. ولی همه این بایدا و نبایدا دردی از تنهایی بشر دوا نمیکنه و هیچ کدوم اینها جوابی به این نیاز بشر برای یه رابطه نزدیک عاطفی و صمیمیت نیست. پس این گوش زدهایی که به ما میکنن، مگر اینکه به ما کمک بکنه که برای خودمون یه همدم و مونسی پیدا کنیم که بتونیم از نظر عاطفی بهش نزدیک بشیم و از تنهایی در بیایم، هیچ دردی دوا نمیکنه. و این بیماری های مزمنی که به علت تنهایی ایجاد میشن، اونا خودشون رو به ازیاد میرن. الان آمار نشون میده که بین 18 سالگی و 22 سالگی تنهایی به اوجش میرسه. ببینید در عنفوان جوانی این نسل بیش از همه چیز از تنهایی داره زجر میکشه و بعد دوباره در سالمندی به اوج میرسه. در حال حاضر در این جنگل متمدن و مدرن جامعه آمریکا، تنهایی و انزوای عاطفی بیش از بسیاری از بیماری ها، چاقی، سیگار کشیدن و بسیاری از بیماری هایی که به علت تنهایی شدت پیدا میکنن، سبب مرگ زودرس میشه. اعتیادات شایع تر میشه به علت تنهایی. ریشه همه این اعتیادات انزوای عاطفی و تنهاییه و بیکسیه. تنهایی عاطفی رو دارم صحبت میکنم. هر چقدر آدم دورورش باشن، اون به این احساس تنهایی کمک نمیکنه. فقدان ارتباط عاطفی، رابطه عاطفی، به تنهایی خودش یه بیماری نیست، ولی علامتی از میتونه از بیماری های مختلف باشه. میتونه به علت افسردگی باشه، ممکنه به علت اختلالات شخصیتی باشه و همونجور که قبلا عرض کردم، خود تنهایی باعث میشه تمام اون اختلالات و اشکالات شدیدتر رو بکنن بشن و اون موقع اونها تنهایی رو بیشتر میکنن و این چرخ معیوب همینجور به گردش پیدا میکنه. در ضمن لازمه که من به توجه شما بیارم که مهمونی رفتن و مهمانی دادن و با مردم خوشو بش کردن و رد و بدل کردن افکار، اینها هیچ دردی از اون تنهایی عاطفی ایجاد نمی کنه. مادام که اون
مکانیسم‌های دفاعی رو ما داریم به کار می‌بریم و یه دیواری درست کردیم که این دیوار ما رو از دیگران جدا می‌کنه و اجازه نمیده دیگران بتونن با ما تماس عاطفی پیدا کنن و ما با اونا تماس عاطفی پیدا بکنیم. ما تنها هستیم و هر چیز دیگه‌ای که تو زندگیمون تونستیم به دست بیاریم، هر موفقیتی رو که تونستیم بهش دسترسی پیدا بکنیم، اگر این دیوار، این حصار جلومون باشه و نذاره ما دل به دل با دیگران در تماس باشیم، اون چه که ما براش زحمت کشیدیم و موفق شدیم در به دست آوردنش، اونجوری که شاید و باید برای ما مثمر ثمر نخواهد بود، چون آخرش تنها و بی‌کسی. و من به توجه شما آوردم که چقدر از مردمی که موفقیت‌های چشمگیر داشتن به علت همین تنهایی و انزوای عاطفی زجر کشیدن و بعد تنها درگذشتن. پس باید ما این وحشت از نزدیکی عاطفی رو از سر راهمون برداریم، اجازه بدیم به کسانی که قابل اطمینانن و به ما آزار نمیرسونن به اونها نزدیک بشیم. این فسادها و این ماسک‌ها رو که ما مطابق اینکه کجا میریم رو صورتمون میذاریم، با همسر یه ماسک، سر کار یه ماسک دیگه است، با دوستان یه ماسک دیگه است، موقع خرید یه چیزی یه ماسک دیگه است، موقع فروش یه چیزی یه ماسک دیگه است. این ماسک ها رو موقعی که میخوایم رأی مردم رو بگیریم یه ماسک دیگه میذاریم، موقعی که خر اون از پل گذشت یه ماسک دیگه میذاریم. اینا هیچ موقع به ما اجازه نمیده که اولا خودمون خودمون باشیم، اجازه بدیم دیگران خودشون خودشون باشن و بعداً بین ما اون ارتباط صمیمی، صادقانه و نزدیک ایجاد بشیم. در اینجا من به خاتمه برنامه رسیدم و برای شما بینندگان گرامی آرزوی سلامت و جسم و روان میکنم. شب خوش تا پنجشنبه هفته آینده. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. درد دل روان، برنامه با دکتر جواد نفیسی، هر پنجشنبه ساعت 7 شب از رویال تایم تیوی.